آموزش. صدای آبادی. سلام شنوندگان عزیز برنامه صدای آبادی. در نظر نگرفتن نزاکت‌های اجتماعی در بلاک‌های رهایشی سبب چی مشکلات بین مردم میشه؟ در این بلاک ما چندین بارها ما امرای همسایه خود درگیر شدیم، روانه و اوضاع شدیم. چرا تعداد مردم نزاکت بلاک نشینی را در نظر نمیگیرند؟ رای حل چیست؟ و اگر نزاکت‌های اجتماعی را در نظر بگیریم چی فایده داره؟ معوجی سیار هستم، برنامه هفته صدای آبادی را برتان تقدیم میکنم. معمولاً مردم در شهرها بیشتر از دهات زندگی میکنند. در شهر تقریباً همه امکانات وجود دارد. از سوی دیگر کسایی که از قریه ها داخل شهر مشغول کار میشن، مجبورن که در داخل شهر زندگی کنند. به همین منظور هر روز به تعداد شهرنشینان افزوده میشه. از اینکه شهر هم گنجایش تعداد بیشتر مردم نداره، بلند منزل ها ساخته میشه. در یک بلاک چند طبقه‌ای بیشتر از 10 فامیل زندگی میکنند، اما بعضی های هستن که نزاکت های اجتماعی را در بلاک های رهایشی در نظر نمیگیرند. دی بار همکارم میراق اعتبار با چند تن صحبت کرده که با هم میشنویم. نامتان برای ما بگوین. آصف واسه مرزان قیمت. شما کجا زندگی میکنین؟ بلاک رهایشی زندگی میکنم در ارزان قیمت. شما دوچار کدام مشکل از همسایه‌هایتان شدین که در بلاکتان با اونا سر خورده باشین؟ یک سال گره بود تا یک دو باجه شو یک هنرمند آوردن، فقط یک سال گره عادی آهنگ خانده میره. کس که جول بود تو رو خون ناجول، کس که ناجول بود تو بیخی ناجول شد. اما درم هم شیری ما کسی کمی حالتشان خوب نیست، ریزی دارن. او میگفت که چی پس شما ترویزی بلند گرفته یا آوازش بلند کنیم؟ ما میگفتیم نه همسایه. نامتان بر ما بگوین. نام زهل است. ما از کابل هستیم. در کجا زندگی میکنین؟ ما در حوزه پنجم کابل در بلاک هستیم. در بلاک زندگی میکنین؟ بعضی از کسایی هستن که زندگی میکنن دوچار مشکلات میشن، شما چی؟ همسایه ها بسیار مشکلات به یکی دیگه خود ایجاد میکنه. سر و صدای ناقص، جنگ است. درس خوانده سهی نمیتونیم، مطالعه نمیتونیم، در خانه بسا بارام ششته نمیتونیم. صدای دیگه شانه بسیار بالا میکنن. درهای پله ها آشغال شانه مندازن، سگرت که میکشن زباله خود اونجا مندازن، آهنگ میخونن، حتی بعضی بچه های مجرد که دارن اذیت و آزار میکنن. نام تا را بر ما بگوین. اسمم نقیب است، باشنده اصلی ولایت تخار. فعلا ساکن خیرخانه هستم، در این بلاک زندگی میکنم. در این بلاک که زندگی میکنین چند طبقه است و چند فامیل زندگی میکنه؟ 5 طبقه است، 10 فامیل زندگی میکنه. بعض وقت هستن همسایه ها برای همسایه دیگه خود مشکل خلق میکنن. شما هم گاهی گاهی شده که دوچار چنین مشکل شده باشه با همسایه‌تان؟ در این بلاک ما چندین بارها ما امرای همسایه خود درگیر شدیم، روانه و اوضاع شدیم، به خاطر از اینکه شب نشینی داشتن. 12 1 بجه شب شروع شد تا 3-3:30 صبح بوده، نه تنها یک روز دو روز، بلکه در ماه 5 روز و 6 روز هم بوده. کسایی که همراه از اینا بوده در مجلس که شب نشینی را برگزار بکنن و جشن بگیرن، اینا همراه ما برخورد فیزیکی داشتن، درگیر شدیم، بالای ما وار کردن، ما بالای از اونا وار کردیم. اکثریت وقتی مشکل ها بوده. گرفتن محافل مختلف و شنیدن موسیقی با آواز بلند و بی تفاوت بودن در مقابل ساکنین بلاک سبب شده بود که تعداد آرامش خوب نداشته باشند. درس خوانده نتانن و خواب نداشته باشند. شخصی که مریض بود از سر و صداهای گوناگون به تکلیفش افزوده شده بود. حتی تعداد آپارتمان نشینان با هم جنگ و دعوا کرده بودند. حال می خواهیم بدانیم که چرا تعداد مردم نزاکت های آپارتمان نشینی را در نظر نمی گیرن. علتش چیست؟ چرا این مردم نزاکت های بلاک ها را در نظر نمی گیرن؟ پیسه یعنی هر ما میتم تو میتی دیگه، تو چی غرزم رای ما؟ تو خدا خانه خود افتادی، ما مد خانه خود، تو کار خود کن، ما کار خود. این دلیلش هست. علتش چیست؟ چرا اینا این کار را میکنن؟ به نظر ما علتشان یکی که اونا همه قسم تربیه شدن، یکی که هیچ فرهنگ شهرنشینی را یاد ندارن، هیچ نمیدانن که باید امرای همسایهشان چه قسم رویه کنن. میگه این خانه ماست، ما کرا میتیم، به شما غرض نیست، شما یک همسایه هستین. ما اولین حرفشون اینه میبوده بلاک است، برو بیادر از بلاک، برای خانه خودم است، خانه مربوط میشه، دلم خانهم زندگیم. اگر خوش نیستی که من اینجا باشم، بیا بلاک ما بخر، تو ما از یه دیگه برم دیگه نباشم.
شنوندای عزیز، شما برنامه صدای آبادی را مشنوین. اگر در موردی برنامه و یا سایر برنامه تعلیمی ما نظر و یا پیشنهاد دارین، میتونین به شماره تماس 020-240-5101 به طور مستقیم با همکارای ما به تماس شوین. به گفته مردم، خوشی سبب جست و خیز و سر و صدا میشه، اما تعداد از این فرصت استفاده بیش از حد نموده و باعث ناراحتی همسایه های پایین و بالا شده بودند. بعضی ها به این باورند که چنین مردم به فرهنگ شهرنشینی بلد نیستند، در قدم دوم سرمایه دارند و یا زورمندند، به همین منظور همسایه های خود را به تکلیف میسازند. حال میپردازیم به این که رای حل به این مشکل چیست؟ شنونده های عزیز، آمدیم در یکی از بلاک هایی که در شهر کابل است. میخواییم با وکیل از این منطقه صحبت را داشته باشم. نامتان بر ما بگوین. مطی الله کریمی هستم. در اینجا چقدر وقت میشه که وکیل از این بلاک هستین؟ 10 سال میشه. در این بلاک نزاکت های به وجود نبه، جنگ دعوا بکنن، شما از کدام شیوه کار گرفتین؟ چه قسم کنترل کردین این مشکله؟ خودم راپور داریم، کامرا داریم، دفتن بر ما همسایش بر ما زنگ میزنه که این طور مشکل از دینی زینه، باز ما دفتن زنگش میزنیم، میخواییم در دفتر خود پایان، باز ما این مشکل خودم حل میکنیم، کتش گب میزنیم، اگر حل نشد در قانونی دیگه باز میخواییم پلیس در جریان بانیم. یکی از موارد را بگوین، او مشکل حل کرده باشین، چه قسم حلش کردین؟ شینی خوری بود، ما نمیفهمیم که شکر داشت در خانش، مریض برد، مریض جای به جای وفات کرد و در بالا شینی خوری بود، موسیقی روان بود، نیم ساعت تیر شده بود دیگه، باز همسایه را خواستیم، گفتیم شما این موسیقی تا نمیتونین بندش کنین، همسایه سرطان حق داره. باز اونا چی کردن؟ بسار به انسان گرد خوب گپ ما را به زمین ننداختن، رفتن ما جنازه و گفت سخن خود بردیم. تعداد هیچ وقت اصلاح پذیر نیستن، یعنی به یک سخن نمیشن. شما از کدام شیوه دیگه کار گرفتین؟ از ما یک روز همسایه جنجال داشت در خانه، یک روز نه که تقریبا 20 روز و 15 روز گلاس ها را در زمین میزدن، جنگ میکردن، قندیل ها را مشکستانن، بال همسایه هم اذیت بود و پان همسایه هم اذیت بود، هر چیزی که کردم نشده، خود از یه آدم هم دقیقا نمیفهمید دیگه. باز کل همسایه را خواستیم، رفتیم که تشتم خانه ششتیم، مشکل حل کردیم. اگر گفتیم تو نمیشه دیگه، یا تو خانه تا بفروش که بان یکی دیگه بخره که زندگی کنه، یا یه از که امرای ما هم زندگی بکنه که ما هم بفهمیم به زندگی راحت آرام، شما هم راحت آرام باشین، این رقم خمسایداری نمیشه. گپای سفیدارم قبول کرد. نامتان را برام بگوین. نامم تخمینه بختیار. شما در چه قسم جای زندگی میکنین؟ ما در بلاک زندگی میکنیم. کوشش کردیم اولادای ما بفهمانم که این خانه که ما زندگی میکنیم زیر بلاک ما یک فامیل دیگه زندگی میکنه. بر از اونا فهماندیم که جان مادر، اگر تو میدوی همسایه پایین اذیت میشه، ممکن اونا طفل خود خواب داده باشن یا مریض داشته باشن یا موتور صدا خوششان نبیه. خب صاحب چند طفلان باشین؟ 6 اولاد دارم. خدا برتان حفظشان بکنه. خب هیچ امکان نداره که شما بر از اونا سالگره نگیرین. سالگره که میگیرین به خاطر از یک بچه هستن خوش باشن، شما دهی که این چیزا روشن میکنین؟ نه خیلی، هرگز نه. خود ما اعضای فامیل باشیم، پدر کلان، مادر کلان، اگر دهی که دیجی میباشه امکان نداره که یک شور و سر صدا نشه، دوش دوش اطفال نشه، یک رقص بازی جمپ نکنن، اینه می باز اذیت میشم سایا. میمانا خب معمولا خانه شما کمین، نمیتونین که بگوین بچه هایتان نبیارین یا تعداد محدود بین؟ چون اولادای ما قبلا فاماندیم که جان مادر امسایا اذیت نشن، اولادکایی که از میمونا میباشه هر کدامش با امسه نشده اتاقش روان میکنم، بیشین جان مادر شما کارتون تا نبیبین، اون من طفلا چپس خوش دارن، بر طفلا چپس، بر کلانا برشان میرسن در اتاق خودشان، باز میمونای کلان در اتاق کلانا. تلویزیون که باز میگیرن کارتون ببینن، اونا رو هم به سطح بلند میشنون یکی که پایین؟ نه پایین دیگه، اتاقای بلاک پلوت پالوس، حتی نمیخوایم که کل اتاقای ما تلویزیون داره، از این اتاق دو اتاق صداش نره دیگه، آرامش خانه ما حفظ میشه. ما هیچ فکر نمیکنم خودت 6 اولاد داشته باشی. به خاطر از اینکه شما خودتان و دیگه همسایتان مزاحمت خلق نکنین، کدام نزاکت ها را در نظر گرفتین؟ از طرف شب خب با کلیم تجلیل نمی کنیم، به خاطر می فهمیم بلاک یک موتی خورد است، امواج می پیچه به دیگر جایا، به مردم مزاحمت میکنه. از طرف روز که تجلیل میکنیم همسایه را در جریان میمونیم، وکیل بلاک هم میگیم که وکیل صاحب ما یک محفل خوشی داریم، چون اگر مشکل دارین که ما اینجا اصلا تجلیل نکنیم، اگر مشکل ندارین فامیلتان بگوین که خانه ما بیایه و می بلاک شما هم که مربوطتان هست میرم به ما در دسترس ما قرار بده که ما میمونای خود پذیرایی کنیم، قدر عزت چه بکنیم. هر کس به همسایه آزار برسانه، خداوند متعال بوی بهشت به وی حرام میگردانه.
این قسمت از حرفای محمد یاسین فاضل، استاد شرایط پانتون تعلیم تربی، استاد برهان الدین ربانی است. هر کس به همسایه آزار برساند، خداوند متعالا بوی بهشت را بر وی حرام میگرداند. چنانچه پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم میفرماید که جبرائیل امین به اندازه در رابطه به حق همسایه به حرمت تاکید کرد که من فکر میکردم که همسایه از همسایه میراث میبرم. و در جای دیگه پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که 3 مرتبه تکرار میکنه که مسلمان نیست، مؤمن نیست. اصحاب پرسان میکنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم در جوابش میگه که او فردی یا او شخصی که همسایش از اذیت و آزار از او در امان نیست. پس از اینجا دانسته میشه که معیار ایمانداری یا معیار مسلمان بودن از دیدگاه شریعت اسلامی رعایت حقوق همسایه، نیکی و خوبی با همسایه است. تعدادی که در آپارتمان ها زندگی می کردن از سبب سر و صداهای مختلف و بلند شنیدن موسیقی و حتی گرفتن محافل چون نامزدی و سالگره با موسیقی زنده و رفت و آمد مهمانان در راپله ها به سطوح آمده بودند و آرامش فکری نداشتند. به خاطر حل مشکل تعدادی از آپارتمان نشینان خودشان نخواسته بودند که سبب مشکلات برای همسایه های پایین و بالا شوند و زمانی که یک همسایه آگاهانه و یا غیر آگاهانه برای دیگر همسایه مشکل خلق نموده بود، آن زمان همه همسایه ها دست جمعی خواستار توقف مزاحمت شده بودند و از وی خواسته بودند تا نزاکت های اجتماعی در بلاک را مد نظر بگیرد. نظر به گفته علما چلخانه دور و بر همسایه گفته می شود و دین اسلام در مورد حقوق همسایه بالای همسایه بیشتر تاکید نموده است. چنانچه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم می فرماید احترام همسایه مانند احترام مادر بر انسان لازم است. شنونده عزیز، شما برنامه صدای آبادی را میشنیدین که میراق اعتبار در مؤسسه تعلیمی افغانستان نوشته و تهیه کرده بود. اگر میخواین این برنامه و یا سایر برنامه آموزشی ما را هم بخوانین و هم بشنوین، میتونین به نشانی www.tajalla.af سر بزنین.